عجب. دیگه چی؟ وقتش این یه سیگار بشم. دیگه ببینیم این دوستمون السلام عليكم و حاجی. علیکم السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدی. قربون میگورم، خوبی؟ ببخشید اگه خوب فارسیم هم خوب نباشه، معذرت میخواستم. نه کرد خواهش کرد میکنم، عراق. هر بیجی آموزا، هر بیجی خیلی خوش آتی. قربون، کردی بلدی؟ کردی هم زارم، کرد ملک شایم یا لا سمت بلدی یا لا سمت کرماشان ایلان. نه هر بیوی بی هر بیوی بی سمع لکه ده اینه که ده کاکی بوانه. من فارسی صحبت میکنم، چون اکثرا فارسی صحبت میکنم، بذار فارسی صحبت میکنم. خب خیلی خوشحال شدم داداش. محمود دیگه اگر هر چی باشین، من مسلمانین بابا. آفرین آفرین. به خدا من هیچ کاری ندارم، من کردم، من نه ایرانیم نه هیچی. خب ولی ایران خدا وکیلی حکومتش خیلی خوب، مثل صدام. بابا صدام یکی خطا میکرد میومد 30 نفر از خانوادش میکشت. ایران برو 100 تا نفر رو بکشی، 1 تا نفر رو میخوان که جنایت کرده. آفرین. اسرائیل که اینا دم از چیز میزنن، دموکرات یارو مثلا یارو میره یه فلسطینی میره یه کاری میکنه، خب اینا میان هم خود یارو رو میکشن، هم خونش خراب میکنن، آره زندگی بابا، رو میکنن، خب بعد میان طرفداری از اسرائیل میکنن اینا. نه بابا، اینا اشتباه دارن. مثلا 4 تا بچه اومدن اینجا کش میدن. بابا اصلا کش شرف نداره. آدم اگر خیرت داشته باشه، مثلا چه برو جلوش بگی چرا فش میده؟ پشت گوشی هر کس میتونه فش بده. دقیقاً. به خدا بیادبی، آدم که بیادبی میکنه به خودش میکنه. ببین هر چی باشه میگن جمهوری اسلامی. خب دقیقاً. حال کردم یه چیزایی کرد 2-3 هفته پیشی، خدایی نمیخوام ایسی بگم، نمیخوام کرده رو منو فش بدن، میدونی؟ حال کردید یک سانگ شخ زدیم، شخ زدیم. آره آره خیلیه. ببین اینا بابا، مردم باید بدونیم فامیلی مسعود برزانی از کرج بزرگ شدن. بله خدای اونجا همه ویلا دارن با قرآن. بله همه همشون شهر خونه برکتون دارن. از ایرانه. بابا منصور پسر برزنی زنش ایرانیه، مردم بفهمن زنش فارسه. آفرین. یعنی همه به امن، میدونی؟ همه به امن. اگر من نمیخوام چیز بگم، آره اگر پروفایلم بری میدونی مثلا آدم کوچه چیز نیستم، تمام خیلی بالا دسته کرد و مثلا فامیلم میشناسن، نگاه کن اکثر میدونی. به خدا نمیخوام هم چیزی بگم، ولی خدا سر شاید 1 هفته جمهوری اسلامی، 1 هفته کردستان رو سفر نکنه، 1 ماه بعدی پیشمرگر عرب میخوره. من از طرف کرده هیچ کم نمی کنم. من پسر صلاح الدین ایوبی هم، دیگه نوی صلاح الدین ایوبی هم، اون خود رو پس کرده. خب ولی حقیقت هم اینه آقا، حقیقت هم اینه، ایران خیلی داره با کردار، خاصم با کردار عراق سپورت میکنه با قرآن مجید، میدونی؟ و با ترکیه هم یه علنا کردو میزنه. خب ولی ایران از اون ورمی کمک میکنه. بابا 30 سال پیش 1991 مثلا چیز ایرانی نامده، بابا 3 میلیون کرد، 4 میلیون کرد کوچ کرد تو ایران، میدونی؟ ایران اینقدر بابا خونه هاشون رو ویل میکردن واسه مردم کرده عراقی. میبینم اینجا سوشیال میدیا خیلی فوش میدن بچه ها، مثلا 20 سال سنشین اومدن اینجا فوش میدن. ایران اینجوری، خامنه اینجوری فوش میدن، انقدر بیزاتن اینا بیتر. اصلا فوشکوری مرد نیست، میدونی؟ من بابام 20 سال حکم زندان بوده تو ابو غریب عراق. نمیخوام چی بگم،
بعد چند تا شهیده خیلی بزرگ ایرانی رفیق بود، از عراق تیرور شدن. عکس رو فکر کنم عکس گذاشتم قاسم، نمیخوام چی بگم. آره. حالا بعدا میرم پروفایل تو نگاه میکنم، فالوت کردم من. دمت گرم، منم فالو میکنم، میفرستم با واسط عکس رو، نمیخوام چی بگم، ولی از سیاست فامیلم یکم سر در میارن. بابا میگه کی بود بابا نگاه کن، عکسای طالبانی رو نگاه کن، می با خود میرفتیم تو خونه طالب، نمیخوام چی بگم بعدم پیاد میگم، ولی به خدا بابا میگو تمامشون میگم، نمیدونم میفهمی آخه، نمیخوام می حرفا رو بگم. میگه اگر ایران اینو ول کنه خب یه ما در در میرن، به خدا تا خدا بیامرزه طالبانی اینجوری میگو. می نبود اومدن جریان استقلال بود و اینا یه روزه همه رو تموم کردن. آره بابا اون وقت که قاسم سلیمانی چی شد ببین، داعش تا اربیل اومد، نیست اربیل تا چیز اومد، نم چند کیلومتر مونده بود برسه به اونجا. خب خدا اصلاحه ایران اومد، ببین کمک نکرد، فقط ایران کمک کرد. ببین من دارم حقیقت میگم، تا ایران کمک نکرد بعد یه ماه، بعد یه ماه یه ماه اونیم خب امریکایی این را اصلاحه رو میدادن. اون چی اصلاحه؟ اصلا چوسی به وقت چوسی میدادن. خب مثلا ما ویدیو دارین امریکایی هلیکوپتر هپاچی اصلاحه رو میبردن میدادن به داعش. آره دیدیم فیلماشون، دیدیم مستنداش دیدیم، ساخت پرداخته خودشون بود، خودشون درستش. بابا اصلا آدم مثلا چیز اکثر رو نگاه کن، طالبانی توشه، خودم هم توشه، اونجا به پسرم ببین خیلی بالا دسته. خب دارم خودم تو انگلیس زندگی میکنم، ولی همه خیلی چیزو میدونم، بابام همه چیزو به هم میگه، میگو این اون به قرآن مجید آخر و اخرید. میخوام بگم داداش گلم کاک، اگه ایران نباشه، خب اگه ایران نباشه 24 ساعت به انگلیسی بگم 24 ساعت عرب کردستان رو میخورن. دقیقا به خدا من از یه دونه کرد از حکومت ایران خیلی تشکر میکنم، خیلی دارم کمک میکنن، مثلا بی صفت هم نیستین، ما من پیش مرگین. حتی کرکوک اون زمانی میگن کرکوک تحویل عراق دادن، فکر کنم اون زمان قاسم سلیمانی شهید نشده بود، گفته بود جنگ نکنن، اماده بود به طرف های پسرهای طالبانی گفت جنگ نکنن، بیان آقا این اگر اینجوری گوش بگیرن از حکومت ایران کرکوکو پاس بدن بهتره با واسه خودتون. از اون بری دیگه میخواستن کردستان رو نابود کنن. نمیتونم، میدونم میفهمی نه، خیلی حرف تو گرومه، نمیتونم بگم، ولی آدم دنیایی شاید بفهمی دارم چی میگم. زانم چیشی فیم تیت کم نه، به قرآن خیلی خیلی حرفم مثلا جای گفتن نیست از اینجا. خب ایشالله یه روزی بعد میگم، ولی اینقدر از نگاه کن عکسم و نگاه کن میدونی خانه آدم کینه می با بزرگا و چیزه. خب به خدا به قرآن اگر دولت ایران نمی بود خدا سرسایده الان داعش نیمه کرد و سر بریده بود. راست خیلی خوشحالم شدم داداش گلم. منم همینطور. کدوم شهر انگلیس هستی؟ من منطقه سفیلدم. عزیز دل منی اومدی لندن؟ هر دقیقه اومدی بوده داداش، من در خدمتتم عزیز دل منی، دارت بگردم. خوشحال شدم. شب شاد. خدا حافظ شما. شب شاد. خدا حافظ. سلام سید جان، درود به شرفتان، زنده باشی صاحب دم، وطن پرست با شرف، درود درد بلاد بخوره تو سر رضا دیوا. سید چرا فرشتن همه رو محکوم کردن؟ خب
ببینیم این چی میگه. صدای منو داری بزرگ با شما؟ آقا نت نداری چیه؟ نت نداری آقا؟ نت ضعیفه. بیبو نوشته سید سایبری. رضا جان میخوای بیای بالا داداش؟ آقا همه تو خوش اومدی عزیزای دلم. سلام سید. سلام عزیز دلم، دورت بگردم. درخواست داده بودی ها؟ نه من درخواست نمیدم، شاید دستم رفته، ولی حالا خوب شد که اومدم بالا. دمش گرم این آقایی که قبل من اومده بود بالا، دمش گرم. ببین ما دست اونجور کردای میبوسیم. با شرف بود، با شرف، با وجدان بود. حقیقت رو گفت، خودش هم پیشمرگ. من رفتم پیجش رو نگاه کردم، دیدم پیشمرگ. من ما با خیلی از پیشمرگار رفیقم. خب خدا عاشق ایرانن. اینا حسابشون جداست با این کمول و مملا. به کمولا میدونی چی میگن پیشمرگه؟ بهشون میگن وایسا وایسا خیزکن خیزکن. پیشمرگه به کموله، خب به او قرآنی که بالا سر به او خدا این واقعیت میگم، میگه خیزکان، خیزکان روشلات، خیزکان روشلات. اینا به ایران میگن روشلات. روشلات میگه خیزکان، یعنی کسایی که دال خیزن. دیدم بالاخره هر جایی دال خیز داره خود دیگه. اونا به قرآن میگن و پیشمرگا 90% عاشق ایرانن، چون که اصلا خودشون اصلا ایرانی، اصلا اینا ایرانی هن. حالا یه تعدادی نمیدونم این صفات مجازی و چرند و پرند اینا را اصلا پشیزی ارزش قائل نشو، باید واق واق بکنه نمیدونم چی. ببین کردا مردمان با شرفی هن. خب مردمان با شرف، با اصالت، اصلی ترین قوم ایرانی کرده، اصلی ترین. خب میدونی چرا میگم با شرافت و خیلی هم مردمان قهرمانی هن. ببین ایران یه نهنگ بود، نقشه سابق ایران نگاه بکنیم نهنگ بود، الان شده یه گربه. مرز که رسید به کردا، مرز رو نگه داشتن. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینا خیلی ایرانی هن. یه چهار تا تزیه طلب و آشولاش و اینا، اصلا اینا کسی آدم حسابشون نمیکنه. تا قبلا رو کوه بودن، ایران فشار آورد این تزیه طلبا و اینایی که سمت غربن، الان رفتن تو. از آلمان اومد بالاش دیدی تو لایو بودی؟ من همین یه شخصی که اومده بود بالا همین دیدم. اومده بود بیرون میگفت تو چرا عاشق ایرانی، چرا چرا بر نمیگردی؟ میگفتم قرار هر کی از ایران بره بیرون دیگه باید بشه دشمن ایران. بابا شما بیناموس و بیشرف باشه وطنشو بفروشه. ببینید محالای فضای تیک تاک بماند، خب کل ایرانی که تو تیک تاکن و اینا تعدادشون شاید 4000-5000 باشه کلن. ببین 90% ایرانی های با سلام. سلام 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 رضا. سلام 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 علی آقا. من اومد
یه دقیقه یه چیزی باید بگم، من ماشین بار زدم بعد به شما حرف بزن. آقا ای بای اومده و باله بای سلو زرت پول کردن، حالا هر کی خارج ایران باشه می بای وطن فروش باشه. رضا ننشو شیر نگاه از شیر خور تا کیر خورش گاییدم رفت و این خودش من الان میام یه لحظه. سید تنگی رو برده بود خب دوش هی سوال پیچ میکه، اومدم بالا ننش آوردم جلو چشش. رضا بفهم رضا جون، من میخواستم اینو بگم این رو مداد قرار ندید. اکثر آدمای باسواد، دکتر، مهندسا، میلیاردرای ایرانی خارج از ایران به شدت عاشق ایرانن و به شدت حمایت میکنن از حکومت مرکزی قوی. این چهار نفر تو تیک تاک از بی سوادی پشت به کشورشون میدن. من اون با سواد نمیدونم یه آدمی دست به دهنش میرسه و اینا اصلا آخو رضا بدبختی اینا همشون اینجا هم گرد گدو و کونی و زرخون و باده هاشون ولشون کرده. آدم عزیز زورشون میاد اینجا هم اینا به هیچ جا نرسیدن دیگه، خودت داری میبینی. من دارم واقعیت ها رو میگم، اصلا نمیخوام خدای نکرده از الفاظ بد استفاده بکنم اینا. الفاظ بچه بیز بوده ای من. کسی که پشت به وطنش بود، پشت به زن و بچه و خانمش بود، صد در صد. آقا کشور ایرانه، اونجا علی آب میتونیم ببرید صدا چه؟ ببینید انسانی که شرافت داشته باشه، وطن مریضش رو دوست داره، وطن خوشحالش رو دوست داره، وطن اقتصاد ضعیفش رو دوست داره. انسانی که شرافت داشته باشه، انسانی که شرافت نداشته باشه فقط تو رو میخواد، کشور تو میخواد موقعی که خوششه، موقعی که یه چیزی بهش برسه. زمانی که کشورت مثلا دوچار زلزله میشه، آقا مثلا پاکستان و ایران یه مشکلی براشون پیش اومد، اینا هل هل میکردن، یه زلزله میاد اینا جشن میگیرن، ایران زلزله بیاد مردم ایران بمیرن. اینا دیگه کیان؟ بفهم چه صحبت میکنم. یا افلیج آقامون نستش افلیج نمیتونه کونشو بشوره. خوی بدبخت همیشه میوتش بکن، سید بندست دوباره میوتش کن، دوباره میوتش کن بدبخت. این مثلا سر صبح تا شب بسر خوب بس بنداز بعد بیارش بالا، من رفتم پایین بیا من چکو بسر ببرم کسی بیاد. آره بذار اینا خب مثل این شخص، آقا من حاضرم با این شخص شرط ببندم همین الان، همین الان زنش اون یکی اتاق با یکی دیگه است، من حاضرم شرط ببندم. من شرط ببندم. اینا همشون اینجوری هن، اینا اینجا خانواده هاشون نمیتونن نگه دارن، بعد توقع داره بیان طرف مملکتشون باشن. بعد اکثر بذار من خصوصیات اینا رو بگم، اکثرا بی سوادن، بی دانشن، بی پولن، نیازهای جنسیشون رو با استمنا برآورده میکنن، بعد قد کوتاه هستن، اکثرا بین پاهاشون پرانتزی، دو پاهاشون پرانتزی اکثر اینا، بعد دچار بیماری شیزوفرنی یا بیماری الیگارشی، بیماری روانی که میگم هستن. بعد اینا کسایی هستن که مخالف تحصیلن، اینا کسایی هستن که مخالف اینن که زن بره مدرسه، زن بره دانشگاه. همینا همینی که میاد اینجوری میگم، من جدا بهتون میگم اینو، اینا مثلا دا عاشق بی سوادی ان، عاشق
بیدانشیان. اینا فقط یه چیز، فقط فوش بخورن فوش بدن. یعنی وقتی فوش به اینا میدی انگار مثلا زمین بایی رو آبیاری میکنی، انگار مثلا اومده اجو میکنه. من تو سفارت نمیرم به خاطر که آدرسم پیدا نکنن. من هی داشتم گوش میکردم، پایین بودم. آدم کشتی مگه تو؟ من عبدری بالا پایین کردی آقا. تو کسی بود اومدم بالا رضا بهش گفتم هر اون زار تصویر هی میگو اجو داشت آقا سید چی میکه. گفتم هر اون زار تصویر بره تو هم آلمان بگم چونت بیزنن خالکسه رفت پایین. من یه بار دیگه اگه سه چیز علی آقا باشه چاش ببخشید. من شرمنده که حرف میزنم. بذار من کلا خصوصیات اینا رو در عرض یه دقیقه میگم. منم لایو میرم پایین. اکثرا بی سواد هستن، قد کوتاه هستن، تعداد دندونهای دهنشون خیلی کمه، اکثرا لکنت زبان دارن، پاهاشون پرانتزی، اکثرا دچار بیماری شیزوفرنی هستن، معمولا آخر هفته ها اسهال میگیرن، بعدش تابستون ها استفراغ میکنن. اینا کسایی هستن که اتاق بغلی دولنگ هوزن آنها فی سما و اشخاصی مثل عبدالغفار ما بینها. بفهمید آقا در هر ساعت خیلی خیلی خوشحال شد. سریه طرف رفتش دیگه نه؟ آره بود ولادت امیر المومنین علیه السلام. به خدا رضا میدونه من فوش نمیدم، رضا میدونه من سید فوش نمیدم، ولی دیگه خیلی داشت گوزگوز میکه. فکر میکرد مثلا فکر میکرد یه آدم گنده یه. نه 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 چطور نه 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 همه بقول خود میخواد چهار تا سوال رو بکنه یه دو همه بابا اصلا به خدا یعنی من رضا میدونه من اصلا فوش نمیدم. من همه بچه ها تو تیک تاک میدونن من اصلا فوش نمیدم. این دیگه اومد بالا یه خورده یعنی دیدم هی داره چی میکنه، هی داره با شما چی میکنه. دیگه اومدم بالا گفتم بیارم بالا، سه بار چهار بار برای شما نوشتم. دیگه اومدم بالا حقیقتش نتونستم خودمو کنترل بکنم، با یه جور این مادرش میگاییدم. نه بابا میگه هر کسی از ایران اومد بیرون باید وطن فروش باشه. به قول معروف میگه آقا از اسب افتادیم، از اسب که نیفتادی. آدم باید آقا بده خوبه اقتصاد فلان فلان بین خودمون، نه که بریم پرچم اسرائیل ببریم بالا، پرچم آمریکا رو ببریم بالا، بگیم آقا ایران ایجور ایران اوجو. حروم زاده شما اگه شرف داشتین آقا شما آقا ایران بد به قول رضا اوکی آقا ایران بد همه بد. میخوام بدونم چرا اگه ایران بده اینا اینجا زندگی هاشون به گا رفته، چرا اینا اینجا زندگی اینجا ندارن. به خدا به خدا سید خودت داری تو لندن میبینی اینا تو صد تا حاضرم قسم بخورم 90 تاش اینا زن بچه شنو از دست دادن. او دهتای دیگه هم که میبینی یه آدم های هستن که مثلا حالا هم بیتر یعنی چجوری بهتون بگم با یه سری چیه ایران موافقن، حالا با یه سری چیه مثلا چی اینجور هستن به قول خودشون ملیگرا هن. آیا حروم لغمات شرف ندارن اصلا؟ بفهم آق رضا. آی دکتر بفهم آی. آره ببینید شما حالا یکم تون به صورت خیلی خودشونی بهشون گفتی همون چیزی که میگه شما جواب اونجوری دادید. من میخوام یه جواب آکادمیک و دانشگاهی بدم چون که من نوکرتونم هستم، دست تک تکتونم میبوسم. ببینید اینا نشانه های جهل در سال 2024، نشانه های نادانی در سال 2024 میدید چیه؟ وطن فروش باشی، پشت به وطنت بکنی، بری پیش غریبه بد کشورتو بگی، بری نمیدونم کل در این ساختمون او ساختمون آی ایرانتو ایرانو بمبارا. اینا نشونه های جهل نادانی بیسوادی و این اکثر کسایی که این کار رو میکنن مشکل روحی روانی و کمبود محبت در خانواده هاشون داشتن. و به قول آقای علی آقا بله میگیم آقا ایران کلا بد بود،
شما که الان اومدی توی یه کشور خارج، چرا مهندس و دکتر و میلیاردر و تریلیاردر نشدی؟ شما با زن و بچه اومدی خارج، الان خودت مجرد موندی، زن و بچه معلوم نیست کجاست. خب فکر نمی کنم مثلا یک آدم باید یه مقداری فکر بکنه، یه مقداری تعامل بکنه بعد کشورتو بگی. مثلا میمونه مثلا بیای مثلا به یه غریبه بگی آقا لاپای زنش مثلا اینجوریه اونجوریه، به مردم بگی، مردم چی میدن برات فکر میکنن؟ نمیدونم، من نمیدونم این چه سیستمیه. این از وطن فروش به واژه وطن فروشی برای اینا کمه، باید بگیم تن فروش، وطن فروش، وطن فروش، تن فروش. نه یه کوچه میذارن ناموس فروش و وطن فروش. آره خب دیگه بده، خیلی بده مثلا. آره. ای بیاد تو ما رفیق داریم از بچه‌ای هستن که نگاه حالا سلطنت طلب هم نیستن، ولی خب با یه سری قانون ها مثلا مخالفن، ولی کسی جرأت داره اسم، حالا من اسم نمیارم، رضا خودش میدونه، خودت هم میدونی امشب اومده تو لایوشون، کسی جرأت داره اسم ایرانی بیاره، کسی جرأت داره اسم شهدای ایران بیاره؟ اینا بابا حالا یه سری چیاشون با ما فرق میکنه، رفیق هم هستیم، اینجوری عیبی نداره، نه مثل این آدم ها، مثل یکی که اومده بود بالا. من سفارت نمیرم که آدرق، آقا جمهوری اسلامی احتیاج به امثال تو من نداره که. نه هروم لقبه های بایستده بود من میکه نه ختم کلام من یه جمله بگم. خب بارهام گفتم ببینید، من عاقلانه و خیلی خیلی قشنگ میخوام راهنماییتون بکنم. آقا جمهوری اسلامی جلو براندازی تو رو نگرفت، اگه زورت میرسه بسم الله این گوی این میدان، بفرما برو کارتو انجام بده، توی مجازی هم به مردم فوش نده، برو تو زمین، برو تو میدون این کارو بکن. بابا یکم عقل، یکم شعور، یکم عقل و شعور داشته باشی. راجون به خدا سید، رفیق رضا خودت هم میشناسی، حالا اینجا اسمش نمیارم، چون به خدا قسم سید من 8 سابقه زندان تو ایران دارم، قرار برای نیست که آقا پشم بیام اینجا بخوام وطن فروش بشم. آقا خلاف کردم حبسش کشیدم اینجا، من اگه خلاف بکنه حبسش میکشه، خلاف کردم که نباید دیگه، آقا زندان رفتم، آقا خلاف کردم نباید بیام که با کشورم بد باشم، بیام وطن فروش، ببخشی وطن فروش نه همون تن فروش بشم. بفهمای دکتر. نه دیگه یه واقعیت، آقا اگه کسی هم واقعا آدرس ایرانو بلد نیست گوگل بزنه سرچ کنه آدرس ایرانو بهتون میده، همون آدرسی که گوگل بهت میده را بیو برو ایران، آقای خامنه ای هم تو تهران نشسته، برو همونجا بندازش پایین اگه میتونی، و سلام نامه تمام به خود. ما بلیت نداره ما بهش میدیم. آره رضا جون چرا برن تهران؟ میگه آقای رئیسی نرفت تو آمریکا، همه تو فضای مجازی، از تو خود ایران نوشتن آقا الان که آقای رئیسی اومده اونجا شما برین هر کاری میخوان بکنین، اونجا که دیگه پلیس نمیبردتون، اونجا که دیگه سپاه نیست، ما براتون هشتگ میزنیم. یکیشون جرأت نکردن برن، چهار تا منافق هم اومده که خبرنگار رو دست پاشون جمع کرد پیچوندنشون تموم شد رفت. بفهم آقا رضا. آره بذار از لحاظ اقتصادی هم خب کمکشون بکنم. آقایانی که دوست ندارین این حکومتی که الان، اگه زورشو دارین دوست ندارین که نه، شاید منم دوست نداشته باشم، من اگه زورشو دارین عوض بکنین حکومت، میخوام از لحاظ اقتصادی هم کمکت بکنم. خرجش یک بلیت یک طرف است. چرا میگم یه بلیت یک طرف؟ یه بلیت یک طرف میگیری سوار هواپیما میشی توی هر شهری که خواستی، اصفهان، شیراز، نمیدونم تهران، اونجا پیاده میشی، بعد شروع میکنی کارات انجام میدی، از دم مثلا هر کدومتون یه روستا رو بگیرین، بعد یه شهر، یه شهرستان، استان بگیرین، تمام بشه دیگه. چرا گفتم یک طرفه؟ چون که دو طرفه هزینهش بالاتره، یه طرفه یا میری اونجا میگیرن تو گونی، یا اینکه میری حکومت عوض میکنی. بچه سید من بازم عزیز دل منه دارم. رضا جان یه دقیقه نگاه بکن، رضا جان ببین اگر واقعا راست میگن دلشون برای مردم ایران میسوزه، ببین الان شما تو ایران تو هر خانواده‌ای، تو هر فامیلی، هر فامیلا، فامیل نه خانواده، نگاه بکنی به هر حال یه نفرشون خارجه،
و تو هر فامیلی هم که شما نگاه بکنی به الان دوتا آدم فقیر و بیچاره هست. خب اگه غیرت دارین دلتون میسوزه به فامیل خودتون کمک بکنین. آقا مای 20 دلار 30 دلار 30 یورو بفرستین برای اون فامیل خودتون ای راست میگی. اینا بابا خودتون از گشنگی اینجا میمیرن. اما علی بذار من یه جواب یه چیز بدم. یه یورویی که فرستادی برای خانوادت کی بوده؟ بذار یه اسید یه کامنتی من خوندم. من زیاد کامنت نگاه نمیکنم. سالی یه بار کامنت نگاه میکنم. باور میکنین؟ من یعنی یه کامنت خوندم نوشته بود که وزیر امور خارجه شما زبان انگلیسی بلد نبود. خب ما میگیم اصلا درست میگی، مگه وزیر امور خارجه ایران معلم زبان انگلیسیه؟ اینا نمیفهمن آقا وزیر امور خارجه نسبت رضا گوسفند دیگه اینا آقا بلد نباشه. میگه شما آقا خیلی کشور ها هست که وزیر امور خارجه شون یا رئیس جمهورشون زبان بلد نیستن انگلیسی. به یه قراره حالا هر کی شد وزیر امور خارجه انگلیسیش خوب باشه. تموم شد رفت. نه ببینید اینا مشکل میدونید وطن فروشیه اب ناموس فروشیه که اینا میکنه. مشکل میدونید چیه؟ ببینید اگه شما وزیر امور خارجه فرزن ایران هستی باید اینقدر اقتدار داشته باشی اونا بیان با زبان تو صحبت بکنن، نه تو بری با زبان اونا. ایران هم داره عمدن این کارو میکنه. اتفاقا آقای عبداللهیان هم زبان انگلیسیش پرفکته هم زبان عربیش. بچه من با اجازتون برم پایین، خداحافظ، موفق و باید. ممنونم بزرگوار. ما هم یواش یواش از حضورتون مرخص بشیم. سید بابا دمت گرمه به خدا، هر کاری داشتی در خدمت ما. سید به خدا 12 نفر اینایی که ادعا داشتن سلطنت طلبه ها رو به خاک خون کشیدم خودم. خودت هم میدونی حاجی، خودت هم دیدی کلیپ منه. من کوچیکتم. 12 تاشو به خون و خاک کشیدم. عزیز دلم علی پرچمت نوکرتم سید، جگرت برم عزیزم. نوکرتم سید به علی بله نوکر. آقا این رفیقمون بود، ببخشید یه لحظه آقا سید، این رفیق کردمون بود اومد بالا، کرد عراق بود. بله من آخراش رسیدم، دوست داشتم بودم باهاش حرف میزدم، میخواستم بهش بگم بابا شما کردای عراق خب با پیشمرگای خودمون واقعا شرف دارن. آفرین به خدا. من سید من هرچی کرد عراق اینجا رفیق دارم، شرف دارن به قرآن نسبت به ایرانی خودمون. نه خیلی خوب داریم تو کنیم. سید قابونت برم، من دارم میرم طول رای طولانی، قابونت برم دزیز. خوشحال شدم آجی نوکرتم. خدا رضا مرد شکر. دوستان نازنینم اگه ایزه بدیم من یواش یواش از حضورتون مرخص بشم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بودین و وقت گذاشتین. عزیز دل من اینگه قشنگ داده بذار من اینم مسدودش بکنم. من الله برو عزیز دل، برو دیگه، برو با یه آکاند دیگه بیا عزیز دل من. آفرین، به اندازه کافی فوش دادی تو لایف، تخلیه کردی خودتو. شما هم شب خوبی داشته باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یه بار دیگه تبریک میگم روز مرد و روز ولادت آقا امیرالمومنین علیه السلام، و انشالله که عاقبت بخیر بشین، خودش هم دستگیر ما و شما تو روز قیامت باشه. زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد مقام معظمی رهبری فرمانده کل قوا، زنده باد محور مقاومت، پیروزی ما حتمی است، نابودی اسرائیل. یا علی.